درود بر همه دوستان، درود بر همه یاران و درود بر همه هموطنان که در سراسر ایران و جهان از طریق شبکه یور تایم صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند. مهدی میرقادری هستم، آدینه از شیشه فروردین ماه 2580 شاهنشاهی. بسیاری معتقدند که زادروز زرتشت بزرگ شیشه فروردین هست، اما در مطلبی از جناب آقای عطایی دیدم که معتقد بودن که 6 فروردین زاد روز زرتشت بزرگ نیست، ولی به هر حال روز مقدسی است. این روز، روز 6 فروردین ماه و روز بزرگی است. به همه شما عزیزان این روز رو تبریک میگویم. این داستان این پادشاهی هست که میتونه ایران رو حفظ کنه، تمامیت ارضی رو حفظ کنه. هر خونه ای نیاز به یک نفر رو داره که حرف آخر رو بزنه و همه رون حرف حساب کنن. ممکنه مثلا با جر و بحث و تشر و اینها ممکنه بعضی جا باشه، ممکنه هم هست یک انسانی باشه که حرفش رو بخونن. اگر اون فرد تو اون خونه وجود نداشته باشه، شیرازه اون خونه پاشیده است. پادشاهی هم دقیقاً در کشورهایی مثل کشور ما دقیقاً پادشاه همون نقش رو اجرا میکنه. باز هم میگم پادشاه میتونه یک زن هم حتی باشه. داشت در پادشاهی ساسانی ما زنان پادشاهی داشتیم که بسیار هم خوب پادشاهی کردن، در اشکانیان به همین ترتیب. و اصلاً مسئله زن یا مرد بودن نیست، پادشاه هم میتونه زن باشه هم میتونه مرد باشه. مهم اینه که مقتدر باشه، حرف آخر رو بزنه، دانا باشه، فر ایزدی داشته باشه، فر کیانی داشته باشه و بایسته، نترسه، تسلیم نشه. اینها خیلی مسائلی هست که اون پادشاه باید واجد شرایطش باشه. حالا آقای شاهزاده رضا پهلوی که ما بسیار ایشون رو دوست داشتیم، بسیار فعالیت کردیم، همیشه به عنوان به خاطر بیشتر احساسات، به خاطر بیشتر اینکه ایشون فرزند اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر بودن، نوه رضا شاه بزرگ بودن، وقتی که این گونه در مورد میراث پدرشون صحبت میکنن که اون استبداد بود و نمیدونم ما دیگه نباید به استبداد برگردیم و نمیدونم چوپون، اگه چوپون میخواید برید دنبال چوپون بگردید، و یعنی توهین کردن به یک تعداد زیادی مردم ایران، یعنی پادشاه کوروش و بزرگ چوپون بوده، نمیدونم داریوش و بزرگ چوپون بوده و مردم هم همه گوسفند بودن. این چنین نبوده، مسئله اعتماد بوده، اعتماد بین شاه و ملت، که بارهای بار شاهنشاه آریامهر این رو صحبت کرد. متاسفانه ایشون رو از چند جهت تحت شعاع قرار دادن. اول تو یک محیطی بردند، کم کم نظامیان ارتش شاهنشاهی که دوروبر ایشون بودند، یکیش آقای مثلا امیر افشار بود، نواده نادرشاه بزرگ، که الان ببینید چی میگه راجع به اون متنی که صدای انقلاب شما رو شنیدم. ایشون رو مثلا اینها رو دور کردند، اینها رو کنار گذاشتن، اجازه ندادن که دور شاهزاده باشه، زیر دست این نظامیان، این ارتشیان بزرگ بشه. و افرادی مثل شهریار آهی، مثل خونساری، مثل نمیدونم رامین پرهام چپول، اینها معلمش شدن. باقر پرهام پدرش که از شورشیان هم بودن، اینها شدن معلمین شاهزاده. کار رو تا اینجا کشوندن، تخم خودشونو گذاشتن و تموم شد و رفت. ولی شما هموطن داخل ایران باید بدونی که این پادشاهی در ایران تموم نمیشه، چون روزی که پادشاهی در ایران تموم بشه، ایران هم تمام خواهد شد. این رو بدونید. و الان میگید 43 سال خب جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی هم اومده فهمیده داستان چی، همون روز اول هم فهمید. اگه اینها میخواستن همون روز به سبک نمیدونم بازرگان و به سبک اینها بیان جمهوری خالی اعلام کنن، کارشون تموم بود. اومدن یه چیز هچل هفتی رو ساختن، اونجا گذاشتن، یک فرد نالایق جنایتکار رو گذاشتن، ولی به هر حال یه نفر رو گذاشتن که این داستانها رو جمع کنه، اسمش هم گذاشتن ولی فقیه. اگه اینو نداشتن هزار بارگی اینها هم نابود می شدن. این رو دارم به جد میگم دوستان.
ولی خب فردی که اونجاست نالایقه، این فردی که اونجاست ستمگره، به فکر مردم نیست مثل سلطان‌های قاجاری که خب بودن یا بقیه دیگرشون ایران فروش بودن و خائن بودن، به فکر مردم نبودن، به فکر نان مردم نبودن، ولی منتها اومدن همین سیستم رو یه جورایی ادامه دادن، چون میدونستن اگه سیستم به چرخه به سمت مثلا جمهوری فرانسه و جمهوری نمیدونم جمهوری های دیگر، یعنی کشور صد پاره میشه و از هم میپاشه و هیچی هم گیرشون نمیاد اون موقع بتونن مال مردم رو بخورن. این داستانی هست که این وسط به وجود آوردن اینها. این رو باید بدونه هر الان به خصوص نظامیان ما روی سخنم با اونهاست که الان هستن، با شرف هستن، ولی میبینن مشکل مردم رو میبینن. در خیلی کشورهای دنیا نظامیان کارهای بسیار بزرگ و ارزنده ای انجام دادن. مثلا در اسپانیا وقتی اومدن جمهوری اعلام کنند، جنرال فرانکو یک مرد بزرگ بلند شد، برخاست بر ضد جمهوری خواهان سوسیالیست که توسط چپها تغذیه می شدن برای نابودی و تیکه پاره کردن اسپانیا، بلند شد مقابلشون جنگید، چندین سال هم اتفاقا کشور رو به دست گرفت، روی ثبات برد، چند هزار نفر هم کشته شدن، ولی کشور اسپانیا سر جاشمون تیکه پاره نشد، کشور نجات پیدا کرد، حتی صندوق رأی هم آوردن زد زیر کاسه کوزه‌شون، کودتا کرد. کودتا در بعضی مواقع بسیار بسیار کار ارزنده است. ای کاش سال 57 هم زمانی که آقای بختیار اومده بود و قشنگ به نظر من بختیار کارهایی که میکرد، درسته که توسط خود جمهوری اسلامی کشته شد، ولی کارها و پوانهایی که انجام داد، کارهایی که کرد، خواسته به قدرت رسیدن اینها بود. ساواک رو منحل کرد. ساواک یک سازمانی بود که گوش و چشم کشور بود، امنیت رو ایجاد میکرد، اون امنیتی که شما زمان شاه داشتید، به قول خودتون می رفتید تو خیابون کسی نگاهتون نمی کردن، علنگو دستتون بود، هیچ که اصلا کاری نداشت به این چیزا. اون ساواک مسئول تأمین این امنیت بود. بریم این مصاحبه رو بشنویم، منم یه آبی بخورم و بازگردیم. بله، مصاحبه خانم یاسمین. I appreciate people's opinions when it comes to it being constructive. On the other hand, do I read comments? No. Do I look at what you know people post about me? No. I just don't. I don't even watch my own interviews. I can't stand looking myself on anything. So really, I just don't expose myself. I've realized that if you don't expose yourself to negativity, the impact is nearly zero. And so for me, that's the way I handle it. I wish other people would too, because I think it's ایشون میفرمان که من اصلا نظرات یا چیزایی که تو فضای مجازی برام میذارن رو نگاه نمی کنم، هیچیو نمی خونم، منفی از به خودم برمیگرد. حالا گوش کنید ادامش. Really an ugly world out there sometimes on Twitter and Instagram. You know? It absolutely is. And, you know, especially for you and your family, do you ever have this feeling of, okay, you know, the Pahlavi era, you know, it was wonderful, but it's a closed chapter. I want to focus on my husband and my kids. I want to focus on their futures. I want to have a new chapter away from that negativity. Now, why even deal? Why is there ever a sense of betrayal, you know, by the Iranian people because of what happened? Does that ever, you know, does that ever serve as a deterrent to get back involved in the story of the Iranian people? Yes. فهمید دوستان، میگه که زیرنویس داره، ولی خب من براتون تکرار میکنم، شاید زیرنویسش سریع رد شه و شما متوجه نشید. میگه که آیا شده
تا حالا بگید که من دارم به خودم خیانت میکنم که دنباله مشکلات مردم ایران هستم و خب مشکلات اونا فصل پهلوی بسته شده، مشکلاتشون هم به خودشون مربوطه چون خودشون این کار رو کردن، و آیا شده به خودتون اینو بگید؟ خیلی جالبه نه؟ خب اگه نظراتتون، حالا ایشون نظرش رو میگه، ولی واقعا اگه نظر شماها این بوده چرا زودتر اعلام نکردید؟ آقا ما که مچل شما نبودیم این همه مدت، زودتر میگفتید آقا، ناراحت بودید، همه اینا ما درک میکنیم، حق داشتید آقا، شما که کاره ای نبودید، اول خانم یاسمین شما کاره ای نبودید، شاهزاده میگیم، شاهزاده اینجا زی حق، ما هم حق میدیم به ایشون، ناراحت بوده، خوشش نمی اومده، اصلا دوست نداشته مردم رو، فکر میکرده مردم خیانت کردن، همون موقع ول میکرده، میگفت آقا من نیستم، شما این کار رو انجام، مسلما شخص دیگری به دست میگرفت، شاید شاهپور علیرضا به دست میگرفت، شاید افرادی دیگر به دست، دیگه نه بعد از 43 سال الان بیاد این حرفا رو بزنید. گوش کنید. No, I think some of what you said is true, that I have always, you know, from when I entered this family and saw really firsthand how much trauma was really inflicted on the children of this family, the cousins, on my mother-in-law, obviously my father-in-law passing away, I didn't meet him, but I made a decision, I made a very, very clear choice when I had children, I was going to insulate them from all of that. And I don't think a lot of people necessarily would agree with my choice. میگه من یه انتخاب کردم که وقتی بچه دار شدم اصلا اونا رو تو این مسائل دخالت ندم. جالبه نه؟ مثلا ایران، پس اون دو تا مقاله خانم نور نوشته، اونا برای اعتماد معروفیت خودشون بود ها، چون فهمیدم یه کارهایی هم دارن میکنن، حالا براتون میگم. خودش هم میدونه، میگه ممکنه خیلی از مردم فکر کرده باشن که این تصمیم من خیانت به ایران و سلطنت و مبارزه همه ما برای بازگرداندن آزادی به ایران است. But really, as a 22-year-old mother, I really don't want my children to be affected the way that I saw the previous generation had been by the events in Iran. And I very, very consciously shielded them from them, from that stuff. I did not really like to discuss politics inside our house. I spent very تو خونم ممنوع کرده بوده کسی راجع به سیاست حرف نزنه و به قولی اونجا ممنوع بوده تو خونه. بنده خدا شاهزاده very little time building up this nostalgia in my kids because I did not want them to have any expectation of anything, you know, I wanted my daughters to stand on their own feet, I wanted them to get an education and live in a way that did not rely on their name or their family heritage or what. خب من میخوام بپرسم از شما خانم یاسمین پهلوی، میگید من کاری کردم که بچه‌ام وابسته به اسم پهلوی نباشن، فکر میکنید اگه که دختر شما خانم نور، که این رو اولین بار میخوام بگم، یک مدت پیش یکی از دوستان اومد، یکی از دوستان خیلی نزدیک و مطمئن گفت که خانم نور رو من دیدم توی کمپین کاملا هریس. گفتم مگه میشه؟ اون موقعی که بحث ترامپ و اینها، گفت آره من دیدم تبلیغات رو میکرد براش تو کمپین کاملا هریس. این رو اولین بار میشنوید که میگم بله فشار رو فد. کدوم فشار؟ کدوم داستان؟ حتی فکر میکنید که اگه خانم نور پهلوی اسم پهلوی پشت بندش نبود، این همه آدم تو این اینستاگرام مثلا خیلی دوست داشتن ایشون رو، اداها و نمیدونم این چیزهای ایشون رو دنبال کنن، نه صرفا به امیدی آرزوی یک منجی یه چیزی این وسط بوده
کسی به خاطر سلبریتی شدن ایشون رو دنبال، سلبریتی زیاده این اینستاگرام، رقیب زیاده اونجا، دنبال میکردن برای امیدی آرزوی. شما میگید که نه، میخواستم اینها از اسم خودشون که بر روشون باشه دور باشند و روی پای خودشون بایستن. اینو من هیچ وقت نگفتم که این دوستمون ایشون رو دیده بود در کمپین کاملا هریس. چرا؟ چون میدونید بعضی چیزها رو ما به خاطر اعلی حضرتمون، به خاطر پادشاهمون همیشه گذاشتیم پشت، همیشه گذاشتیم تو تاقچه، درش رو بستیم، همیشه گفتیم امیدواریم یک سمت دیگه باشه، یک سوی دیگه باشه. ولی خب دیگه الان که اینجوری سخن میگن، واجب هست اینها رو خیلی ها بشنون، واجب هست خیلی مردم این مسائل رو بدونن. روزگاری که برای پرزیدنت ترامپ این داستان بود، این دوستمون اومد و این رو گفت و گویا تو انتخابات گذشته هم حالا دیگه داره حیرون میاد، اینا از کلینتون طرفداری کردن. همین خانم رفته بوده سخنرانی برای بنیادی که طرفدار کلینتون بوده، انتخاب قبلی که بین کلینتون و ترامپ. بعد میگن چرا آقا ترامپ مثلا پشتیبانی از اینها نکرده؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ گوش کنید ادامه مصاحبه ایشون رو. میدونم این حرفا سنگینه، الان موضع‌های مختلفم اتخاذ میشه صحبت‌های ما، و فرق نداره برای من. من دیگه این داستان باید یک بار برای همیشه حل بشه که الان داره میشه. The future Iran may look like, and just like you know, it's funny sometimes I hear parents say, "Oh, I'm going to let my child, I'm not doing religion at home. I'll wait until she's old enough or he's old enough to decide what religion they want to be, or if they want to be any religion." That's the way I felt about Iran and the political movement. I said, "My kids grow up to a point where they want to participate, then they should. But do I think they owe anything to Iran? Or if my, do I think my husband owes anything to Iran? Or do I think my mother-in-law owes anything to Iran? Absolutely not. Absolutely not. ایشون ابدا، absolutely not یعنی ابدا من فکر نمی کنم که شوهرم، مادر شوهرم، یعنی شهبانو فرع پهلوی، اینها ذره‌ای مدیون ایران باشند و بخوان برای ایران کار. یه نفر مثل شما توی هر خانواده‌ای باشه کافیه دیگه، با اینجور ریاستگری و من رئیسم و اینها دیگه کافیه دیگه، اون تفکرش رو غالب کنه. شاهزادم بیاد یه حرفی بزنه احتمالا شما دویدید تو دهنش. بله. You know what? I feel for the Iranian people every day because these people did not are not to be blamed. But I just don't think that I would never want to sacrifice the mental health of my family. And I think. میگه من نمیخواستم سلامتی روانی خانواده‌ام به مخاطره بیفتد. خب زودتر میگفتی. چرا الان؟ الان مردم 10 سال پیش میگفتی. تو زمانی که شاپور علیرضا رو نکشته بودند میگفتید، الان چرا؟ الان چرا این صحبت ها رو دارید انجام میدید؟ سلامت روانی رو به خطر بندازید. من نمیخواستم سلامتی روانی رو به خطر بندازم. الان دیگه خیلی ها مردن، خیلی ها کشته شدن این وسط، خیلی ها نابود شدن، زندگی خیلی ها نابود شد. خیلی ها میپرسن خب میگفت چه اتفاق؟ باور کنید آزادی ایران سریعتر اتفاق میافتاد. یه نفر بالاخره بلند شد، این علم رو بلند میکرد و قاطعانه میایستاد. گفت من به عنوان رهبریت پادشاهی خواهان این علم رو بلند میکنم که شاهپور علیرضا پهلوی میخواست این کار رو بکنه، کشتنش. بعدم گفتن خودکشی کرده با 2 گوله. ما تا حالا دیدیم هر کسی خودکشی کنه گوله بذاره تو دهنش بزنه، یه دونه گوله میزنه تموم میشه. کجا 2 گوله کشتنش؟ به دروغ. خودش هم داره میگه. خوبه، بازم صداقتت خوبه تو این قسمت. شاید اگر همسرم با زنی با شخصیت دیگر ازدواج میکرد همه چیز میتوانست طور دیگری باشد.
بازم دست درد نکنه خودت گفت. Another type of woman, perhaps there would have been a whole other dynamic in the house. And my only goal was to have a healthy husband, mentally healthy husband. I wanted to give him a peaceful home. تنها هدفش هم این بوده تو زندگی سلامت روانی همسرش رو حفظ کنه. استرس نداشته باشه. Come to where he could put everything outside, the stress, the responsibility, the heavy weight that he's carried for these years, and have basically a family life, a real family life. هیچ ارزشی برای من نداره این کارهایی که کردی. سلامت روانی رو حفظ کردم. چه سلامت روانی، چه کاری، چه یک جایی هست یکی میگه من فداکاری کردم، از جانم گذشتم که مثلا ایرانم آزاد بشه، مردم میگن درود بر شرفت، درود بر ایستادگیت، درود بر تو که از جان مایه گذاشتی، خطر کردی، زندگی در سختی رو قبول کردی، ایستادی. میگه نه، من نذاشتم، من خودم نذاشتم. قشنگم اعتراف میکنه، میگه من نذاشتم اصلا کاری پیش بره و من سلامت روانی رو من حفظ کردم و من ال کردم و من بل کردم. دوستان عزیز، خودتون قضاوت کنید. من عین سخنان رو گذاشتم، عین سخنان بود. شاهزادم احتمالاً اگه میخواستن کاری بکنن، اگه دیگه به مرور زمان میپریدن به ایشون، احتمالاً توی منزل، احتمالاً بریدن ایشون. فکر کنم شاهزاده رضا پهلوی دلیلی که بریدن و گفتن آقا ولش کن، من نیستم و من چیز هستم و اینها، چون بالاخره رگ و خون رضا شاه بزرگ در خون ایشون هست. ولی همچین آدمی رو بذارن کنار دستشون، ترمز قشنگ میکشه، هر جام خواستن بلندشن یه ترمز رو میکشه براش. ترمز ایشون رو هم کشیدن توسط خود همین سخنانی که شنیدیم. بازم خوبه که اومدن گفتن، این یه چیزش جای تقدیر و تشکر داره که گفتن آقا من خیلی نقش خیلی خوبی داشتم تو این قضیه. ولی دیر گفتید آقا، دیر گفتید. 10-15 سال قبل میگفتید، اون زمانی که تازه شروع شده بود این رفتنها و آمدنها و نوه خمینی میومد دیدار میکرد، نمیدونم پسرای رفسنجانی، فائزه رفسنجانی رفته بود تو این، میگفتن دیدار کرده. اون زمان میگفتید آقا ما این داستان نیستیم و خب فعالیت خودمون رو میکنیم، ولی نمیخوایم شاه بشیم، نه مقامی میخوایم، نه چیزی میخوایم. ولی یه جورایی هم شاهزاده رو میشه درک کرد، یه جورایی بریده احتمالا تو این قضیه دیگه، کنار کشید. اونجا بود که شاپور علیرضا، چون یک فرد بسیار بسیار میهن پرست بود، این چیزایی که من در مورد ایشون میدونم، تز دکتراشون ترجمه مینوی خرد به زبان پهلوی بود، در یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا مدرک دکترا داشت که خیلی خوب در مقام ایشون. خیلی ها ثروتمندن تحصیل نمیرن بکنن، یعنی آقا میخوایم برای چی تا آخر عمرمون میریم زندگی میکنیم. و شخصی مثل ایشون با تمام امید و آرزو و شور برای آزادی ایران که وصیت کرده بودن وقتی مردن من خاکسترم رو به دریای خزر بریزند، ایشون میتونست علم پادشاهی خواهان رو به خوبی بلند کنه و ایران روی آزادی رو میدید. البته باز هم میگم این مسائل موجب نشه که، درسته اینا آسیب شناسی های این مسئله است، ولی الان این فرق ایزدی از خاندان پهلوی هر کدوم که میشنوید میبینید واقعا میتونید این فر رو دوباره بلند کنید، در اختیار شما، در اولویت شما هستید و بعد هم در اولویت اون انسان‌های از جان گذشته‌ای هستند که بخوان برای آزادی ایران این فر پادشاهی رو به دست بیارن. فر گفتم بهتون، فر بعضی جاها به دست آوردنی میشه.
یک جاهایی از طریق پدر به فرزندان انتقال پیدا میکنه فر پادشاهی، یک جاهایی اهورمزدا خودش اون فر رو به طرف میده، یک جایی هم طرف با زحمت و سختی و ریسک کردن و جان خود رو به خطر انداختن اون رو به دست میاره. میتونید پادشاهی رو به دست بیارید دوباره. ما باید روی ساختار کار کنیم، ما باید روی ساختار پادشاهی کار کنیم و از این به بعد بیشتر کار خواهیم کرد. این سخنان میدونم که سخنان سنگینی هست و شاید خیلی هاتون ناامید بشید، خیلی هاتون عصبانی بشید، خیلی هاتون نمیدونم فحش بده، همه اینا قابل چیز هست، چون که یک انسان وقتی شوک میشه اول شوکه میشه، باور نمیکنه، بعد شروع میکنه موضع گرفتن، بعد شروع میکنه انکار کردن، آخر سرم میپذیره قضیه رو. نمیدونم الان شما تو کدوم فاز این موضوع هستید، ولی چیزی هست که اتفاق افتاده و به زودی باید باهاش کنار بیای. چون من خودم عادت کردم که یه خورده دیگه سریع هر چقدرم صبر کرده میگم که این داستان درست نشد، باید با این مسئله کنار بیایم و این مسئله رو سر و سامون بدهیم. بله، بریم دوستان. یک مصاحبه است از جناب امیر افشار، نواده نادرشاه بزرگ، نادرشاه افشار، که در مورد اون تحمیلی میگه که به اعلی حضرت کردن. چه کسانی این تحمیل رو کردن؟ این دو خائن. اون گفتگویی هست که من صدای انقلابتون رو شنیدم. منم اولا دوستان این رو باور نمیکردم، میگفتم مگه میشه به اعلی حضرت تحمیل کرده باشه، حتی فیلمم هم هست، گفتم مگه میشه، مگه چیزی هست. ولی این مصاحبه جناب امیر افشار رو دیدم که خودش اونجا مسئول دربار بوده دیگه، قشنگ توضیح میده این داستان رو. با هم دیگه این رو ببینیم، خیلی قشنگ توضیح میدم، 5 دقیقه است، ببینیم وقت هم داریم. آره، این رو هم ببینیم که چگونه این شورش شومشون رو آوردن، از طریق مهره هاشون تحمیل کردن به پادشاه ما و توی شرایطی قرار دادن. اول ایشون رو مریض کردن، بیمار کردن، یک نوع سرطانی که تصمیم گیری برای آدم سخت بشه. میدونید که آدمی که مریض هست، شما یه سردرد داشته باشید، اصلا حال و حوصله جواب دادن به چیزی نده. یه دندون درد داشته باشید، اصلا میخواید یکی بیاد یه چیزی بهتون بگه رو بزنید تیکه پاره کنید، چه برسه به یک سرطان بسیار سخت. که این رو هم من دارم یه تحقیقاتی میکنم، فهمیدم از طریق فرانسه و اون رادیو اکتیف هایی که به پرده های اهدایی کاخ بوده، اونها رو به رادیو اکتیف آلوده کردن، ایشون رو آلوده کردن. این چیزیه که تا حالا فهمیدیم، حالا مطلبش هم یه جا اومده بود. ولی به هر روی ایشون رو همین دست های گلوبالیسم جهانی به اون سرطان آلوده میکنه و بعدش هم میبینیم که چگونه این نقشه رو چیدن، مد دادن دست اعلی حضرت، من صدای انقلاب شما رو شنیدم، خیلی به قولی کم و کاستی اگه بوده اینا جبران میشه. کدوم کم و کاستی؟ کم و کاستی کجا بود؟ مقایسه کنید با کره جنوبی اون موقع ایران رو، مقایسه کنید با همین ترکیه، با حتی کشورهای اروپایی، کدوم کم و کاستی؟ کم و کاستی اگر بود، اینو دادن دست ایشون تموم شد. یعنی همونجا فاتحه نظام پادشاهی رو تو اون مقطع خوندن. مهره های نفوذی چه کسانی بودن؟ 2 تن از کسانی که تو دفتر شهبانو فرح پهلوی بودن، یکیشون پسردائیشون که رئیس رادیو تلویزیون بود رضا قطبی و دیگری سید حسین نصر نوه شیخ فضل الله نوری، که هر دو اینجا تصاویرشون رو من براتون بگذارم. بله، این سید حسین نصر هست، نوه شیخ فضل الله نوری، نوه مادریش در واقع میرسه به شیخ فضل الله نوری، و این هم رضا قطبی، هر دو خائن، و این دوتا متن رو نوشتن و به دست اعلی حضرت دادن.
حالا ببینیم این فیلم رو و فرصتمون هم خیلی کم هست، امروز برنامه‌مون مجبور هستیم دوستان اینا رو بگیم، اگه نگیم اشتباه کردیم. همین نطقی که آقای نصر و آقای قطبی درست کردن که کاش درست نکرده بودن، یا همچنین نطقی که درست کردن و این نطق رو علازت میخواستن بکنن و علازت به من نگفتن آقا من باید این نطق رو بکنم، من ساعت دوی بعد از رو باید این پخش بشه، چرا نطق رو نمیارن که من نطق رو بدنم؟ من گفتم سوال کردم، حالا بایگه من علازت نگه مجبور بود اصلا یه همچین نطق رو بکنه، کی علازت مجبور کرد به نطق رو بکنه؟ من نمیدونم، ولی بعدا یه روز قبلش هم که آقای اصحاری شده بود نخست وزیر، کی اون نطقه نوشت؟ بعد اون وقت نطقه همین نطقه شد صدای انقلاب شما رو شنیدم، کی نوشت؟ حالا عرض میکنم، بعد نطقه که نوشته بودن، بعد به علازت عرض کردم، سوال کردم، گفتم بردن پیش علازت، از اگه برای چی بردن پیش علازت؟ مگه علازت میخواد این نطقه بکنه؟ به چه دلیل علازت اصلا نطقه بردن پیش علازت؟ بگید فردانم بیارن اینجا نطقه نطق بردنش پیشه، آوردن علازت ها رزن. این نطق رو آقای قطبی و آقای دکتر نصر کردن. آقای نصر نه زیرش میزنه میگه نه این با نظر علازت درست شده. من شاهد هستم و من و آقای اصلانی یک همکار من و خانم انصاری این دوتا رو برده بودم تو اتاق علازت، تو اتاق خودشون، البته تو سالن خودشون. وقتی من گفتم نطق حاضره آوردن این آقایون، علازت هم خب این نطق رو داشته باشن اونجا و بعد من بیام ببینم. بعد اومدن تو اتاق من، علازت سابقه نداره که به تو اتاق من، من پشت میز نشستم، بلند شدم گفتم نه بشین، علازت هم رو میز جلو نشستن، درست مثل ارباب روژه و ایشون نشسته بودن، من پشت میز هر کار خیلی هم ناراحت نشسته بودن. نقطه که دادن گفتم بدین بخون، خوندن، وقتی خوندن علازت پرت کردن نقطه رو، میتونی گفت این حرفا رو من نباید بزنم. آقای نصر و آقای قطب گفتن آقا الان وضع طوری هستش در مملکت که علازت باید سری همچین نطقی رو بکنن، خودشون رو در ردیف چیز بذارن، ردیف مردم بذارن و که هم زبون به زبان اونا صحبت بکنن. بالاخره علازت مجبور کردن که همچین نطقی بکنن که ای کاش که نکرده بودن. حالا وقتی سیدونست همه میگن کی نطق رو نوشته؟ آقای امینی نوشته؟ آقای اردلان نوشته؟ آقای شجاع‌الدین شفانش؟ من دیگه خسته شدم از وقتی اینو از همه شنیدم، گفتم آقا من حقیقت رو میگم، این نطق آقای قطبی، رضا قطبی و آقای نصر دوتاییشون رو نوشتن، دوتاییشون رو آمدن به شاه دعوی زدن، من هم اونجا بودم، اصلانی هم زنده است الان چیزه در کانادا، خانم انصاری هم زنده است الان در لندنه. سوال بفرمایید چیه؟ که علازت، ولی علازت مجبور شدن که بگم. آخه علازت چرا خود، چرا آقای قطبی، چرا آقای نصر شاه اینقدر پایین آوردید؟ چرا شما علازت اینقدر کوچیک کردید جلوی آخونده که جلوی آخونده بگن که من علما فلان و آقای بزرگان محمد، البته اشتباهاتی شده سعی میکنه، نشد اشتباهات. شما مملکت رو درست کردید، شما میخواستید نیرو اتمی بیارید، شما راه ها رو درست کردید، شما سهام خریدید در کروب، شما سهام خریدید در بابکوک، شما اتومبیل سازی درست کردید، کارخونه پژو کارخونه، شما این همه کار، این همه کارگرها رو سهیم کردید، شما زنا رو آزاد کردید، شما چقدر کاری بود که نشد؟ چرا یه دونه از اینا رو ننوشتید که ملت این کارون رو من برای شما کردم، حالا شما پشتتون رو به من کردید؟ قدرت داشته باشید بگید، نه اینکه ببخشید اشتباه کردیم، ما این کارا رو کردیم، سعی میکنیم در آتیه بهتر کار بکنیم. آخه این حرف علازت نیست آقای کدهور، نباید علازت هم شرف بزنه. جنرال دوگل وقتی که ریختن تو خیابون روزای دانشجویان شروع کردن، شیشه ها رو شیستن، خراب کردن، گفتن که اونرسیته ها رو اصلا ببندید، دولت باید استعفا بده، دولت رو نمیخواییم، باریکاد درست کردن، همه رو چیز کردن، فاینا نخود رئیس جمهور بایستی بر خود آقای دوگل آمدش پشت میز نشست، دست رسد رو میز، گفتش که دانشگاه ها باز خواهند شد، دولت سر جای خودش خواهد موند و مردم باید بدونن که اینجا جای شلوغی نیست و برای مملکت باید خدمت بکنن، نباید خرابی بکنن. آقا فردا همه ریختن تو خیابون گفتن ویف دو گل، زنده باد دو گل، زنده باد دو گل. شما چرا آقای قطبی، شما که در فرانسه تحصیل کردید و اینو شنیده بودید، چرا نطق علازت رو اینجوری درست نکردید؟ این چه نطقی بودش که شما درست کردید که خود علازت بعدن گفت اشتباه شد، به خودی عجله شد در این کار؟ چرا عجله کردید؟
به چه دلیل؟ و خب نوت رو بردم به اولیازد نشوندن، اولیازد دادن پسندید حکمان، بعد بردم به اولیازد نشوندن. میدونید ولی آقای صدر به آقای ببخشید آقای صدر گفته آقای چیز ببخشید آقای نصر و آقای به گفته که نه این نوت رو با علازت خودم شب قبل با علازت درست شده بودم. آقای نصر چرا دروغ میگید؟ علازت اگر این نوت رو با شما درست کرده بود فردا که این نوت رو داشت میخوند پرت نمیکرد بگه من این چیزها رو حرفا نباید بزنم. پس از حرفای خوش پس پرت کرده. پس میدونید اینقدر خرابکاری شد، اینقدر بیفکری شد، یک نفرم نبود که این کار را کنترل بکنه. من شب و روزم و صبح تصمیم میرانم شب وقتی منم خونه رنگم خاکستری شد بود از بس من گرفتاری داشتم، کار داشتم با هزار. بله یه زمانی هم خود ما باور میگم که خود من باور نمیکردم این موضوع رو و میگفتم مگه میشه آقا آورده باشن بدن به شاهنشاه مملکت تحمیل کنن، ولی خب میبینیم که شده و شاهد زنده جناب امیر افشار کمی چندی پیش درگذشتن، شاهد زنده اومد شهادت داد در این باب که همچین چیزی رو تو اون شرایط بد و حال روحی خراب که در اثر سرطانشون ضعیف شده بودن تحمیل کردن به اعلی حضرت، به شاهنشاه آریامهر. و بله برید کشور رو ترک کنید، بختیارم هی مرتب بله شما ترک کنید کشور رو، یعنی یه نقشه چیدن دیگه، مهرهاشون رو چیدن، نقشه رو چیدن. مثل الانم فکر نکنید چیز عجیبیه، نقشه ها رو چیدن. روزی که بهتون میگفتم که اصلا نباید نگاه کرد که اگر شورشی دوباره ما ایران رو آزاد کردیم پادشاه چی میگه، نمیدونم ارتش چی میگه، اون چی میگه، این چی میگه. خودمون وقتی دیدیم یه شورش داره اتفاق میفته، این آخوندها اینها دوباره بخوان بیان بیرون و بخوان که باید خودمون تفنگ ها رو ورداریم، چوب ها رو ورداریم بریم جلوشون بایستیم، به هیچ کسی گوش نکنیم، برای این بود، این روزها بود. چون آدم به صورت تدریجی یه خرد رو به دست میاره که چقدر تو این مسائل میتونن آسیب بزنن، چقدر این مسائل میتونن ما رو نابود کنن. به هر روی این واقعا این وقایع خیلی تلخی هست که میبینیم و میشنویم، ولی لازم بود این رو ببینیم. این ویدیو رو هم دوستان پخش کنید، انتشار بدید بین همه کسانی که تا حالا این مسائل رو نشنیدن ندیدن، هنوز هستن، خود ما بودیم، خود ما به خاطر عشق و علاقه و دوست داشتن این چنین بودیم، ولی یه جایی باید بیایم با خودمون کوتاه بیایم نگاه کنیم صحبت ها رو ببینیم اینا در حد و شأن ما ایرانیان هست، صحبت هایی که خانم یاسمین انجام میده یا این حرف هایی که الان به انگلیسی زدن و این داستان هایی که به وجود آوردن و آیا در جا نبوده این حرکت ها. چون وقتی اینا رو با خودمون کوتاه بیایم قشنگ میتونیم بنا رو از نو بازسازی کنیم، مشکلات قبلی رو بیرون بیاریم بیستیم. ما کماکان این رو به عنوان سخن آخر بگم، شاهزاده رضا پهلوی هنوز راه براشون بازه، ولی که این دفعه دیگه به اونجور نه که حالا یه عکس از اعلی حضرت بذارن بگن که بله همه هم بگیم که خوب ایشون میبینید علاقه، نه، چون باید وردارن پوتین های رضا شاه بزرگ رو قشنگ واکس بزنن، تمیز بکنن، به پا لباس نظامی به تن، شمشیر رو بکشن، بگن من اومدم تو میدون، به حرف نه زن گوش میدم، نه بچه گوش میدم، نه شهریار آهی، نه حسن صدقه خور، نه آخوندهای فرستاده شده، نه چپولا، من خودم هستم اونجا ایستادم مستحکم. موقع اون زمان ما تمام قد پشت ایشون خواهیم بود، ولی الان با این روید، ولی خب دیگه ایشون گفتن نیستم، نمیدونم آیا این امکان این برگشت هست، خیلی بعید میدونم، و چون بعید میدونم باید این بنا رو از نو نهاد و تقویت بشن نیروهای پادشاهی خواهی برای آزادی این سرزمین. اتاق فرمان میگه وقت ما تموم هست، بدرود میگم، ولی برنامه رو ادامه خواهیم داد با دوستانی که در یوتیوب هستند
یک کم دیگه با دوستان تو یوتیوب صحبت کنیم و برنامه رو ادامه بدیم باشون. خب عزیزانمون درون یوتیوب، درود بر همه شما دوستان. دیدید و شنیدید، خواستم این رو برای هموطنان داخلمون هم پخش کنم، این مسائلی رو که این چند روز بود، که اونها هم بفهمن، آگاه بشن. واقعا بعضی مواقع امید واهی کشنده است، به جای اینکه افراد رو نگه داره باعث خیلی افسردگی ها، خودکشی ها، از دست رفتن ها میشه. این رو خواستم با صداقت تمام برای مردم داخل بگذارم، این مسائل رو روی ماهواره، ولی خب سعی میکنم کمتر دیگه این چیزها روی ماهواره لااقل پخش بشه، چون مرتب پخش بشه مردم دیگه واقعا بریدن و ناامیدن. حالا ما بید یه زخمی بهشون بزنیم از این طریق، نه، همون برنامه‌های ماهواره‌ایمون به روال سابق خواهد بود. ولی یک بار برای همیشه خواستم با اون مخاطبینی که همیشه درون ایران داریم و همیشه ما رو گوش میکنن این مسئله رو در میون بگذارم. این گفتن این حقایق عزیزان تبعات داره دوستان، فکر نکنید که بله راحت الان میای میشینی اینجا و دیدید گفتیم این اینجا این چه کار. من که سابقا مشخص نیاز نداره از خودم دفاع کنم، هر انسان یک سابقه مبارزاتی داره که اینجاها میشینه. سابقه من هم سابقه درخشانی، به خودم افتخار میکنم که نه تسلیم شدم نه شکست خوردم. به قول شما تو حیات خلوت آخوند هم نشسته و چگونه این حرفا رو میزنه؟ چون قید جون خودم رو زدم. ایشون قید جون خودش رو زده؟ نه، تو خونه تونسته، خونه گویا ممنوعه همه چیز تو خونه. من قید جون خودم رو زدم، هر لحظه امکان داره بیان دم در آقا یه رگبار رو ما بگیرن، غیر از اینه مگه؟ یا هر لحظه امکان داره ما رو از زن مسترد کنن به داخل ایران، غیر از اینه مگه دوستان؟ ولی من میگم تا زمانی که هستم، تا زمانی که دارم نفس میکشم، در راه آرمانم، در راه آزادی وایستادم، مقاومت میکنم، میجنگم، تسلیم نمیشم. گفتن این حرفا تبعات داره. اولین تبعه یه دخو قهر میکنن، ناراحت میشن. الانم یه دو سه نفری از پشتیبانان، کسانی که برنامه‌های ماهواره‌ای رو پشتیبانی میکردن، خب پیام دادن، ناراحت شدن، رفتن. هیچ مهم نیست با 100 دلار و 200 دلار و نمیدونم این چیزا، یا حتی بیشتر یا کمتر، این باعث نمیشه که من بیام اینجا بشینم دوباره هم میهنانم رو گول بزنم، هی امید واهی بهشون بدم، از خطری که پیش رو هست اونها رو آگاه نکنم که یه عده برام کف بده. آفرین، خوب گفتین. میگم که تبعات داره این سخنان، ولی من انسانی بودم که همیشه سعی کردم تا جایی که یک نفر واقعا مثل شاهزاده رضا پهلوی، دیدی که خیلی سخنان گفت تو این، به خصوص این 3-4 سال گذشته و از 10 سال گذشته که شورای ملی شد و تا به این سو، ولی پشتیبانی کردیم، همه چیز رو نادیده گرفت. حتی برای اولین بار مثلا امروز موضوعی که نور پهلوی از کاملا هریس تو کمپین کاملا هریس دیدن دوستان، این رو گفتم، این رو زمان ترامپ میدونستم، با وجود اینکه بسیار پرزیدنت ترامپ رو دوست داشتم، با وجود اینکه به خون دشمنان ایشون تشنه بودم، این رو نیومدم برای شما عنوان کنم. اون موقعی که اوج این چیزا بود، اگه این رو میگفتم مسلم دشمن بسیار پیدا میکرد خاندان پهلوی. نکردم، نگفتم، توی خودم ریختم، گفتم ولش کن، این مسائل الان جاش نیست که باز شه. حالا اون یه شخص هست خواسته بره از کاملا هریس پشتیبانی، برای ایشون ورداره پوستر پخش کنه دیگه، شاه دخت مملکت که قرار هست بشینه مثلا رو صندلی رضا شاه بزرگ، نادر شاه بزرگ، برای کاملا هریس پوستر پخش کنه. اینا رو نگفتم، ولی امروز به حکم وجدان و شرف و راستی مجبور شدم اینها رو هم بگم. وقتی میبینم دیگه هر نوع توهینی رو دارن میکنن، از یه طرف گوسفند و چوپون میشیم، از یه طرف نمیدونم آقا بالا سر میخوام، از یه طرف میگن آقا من زندگی مهمتر هست، زندگی شما مهمه ولی زندگی میلیون ها ایرانی مهم نیست، باز هم میگم اوکی، باز هم
اول شما که من شما رو اصلا تو این حد نمیبینم دیگه خانم یاسمین. میگم خودش آزاده، ایشون به پدرش مردم بد کردن، بسیار عالی، زودتر میشستن کنار، نه تو این تاریخ زودتر میشستن که یک نفری اگر بود این علم رو برداره، نه الان بگن که من هیچ مسئولیتی نمیخوام، هیچ کاری نمیخوام، چوپونم نمیشم، آقا بالا سرم نمیشم و خدا نگهدار. یکم دیر بود ولی باز همین رو میشه گفت و قبول کرد و سپاسگزاری کرد از ایشون که بالاخره این رو اومدید گفتید. چون که من بارها با خودم، با خود شاهزاده یه بار صحبت کردم، تو ایران بودم، باور میکنید؟ اینا رو حالا برای اولین بار دارم میگم. گفتم شاهزاده، توی پالتاک بود، نشون به اون نشون که آرش مهدوی هم بود، پیرزادم بود، گلستان نمیدونم بود یا نه، یه دیگه یکی دیگه دوستان هم به اسم آرمان هم بود توی پالتاک، 4-5 نفر بودیم با شاهزاده صحبت میکنم. گفتیم شاهزاده الان ما تو این شرایط، سال 88 بود، تظاهرات ها بود، بی بی سی اینا حرومزاده ها پوشش نمیدادن، شبکه دیگه هم نمیدن، شاهزاده ما رسانه میخوایم، ما اولین نیازمون رسانه است. الان شاهزاده گفت که خب سنگای بزرگه چیست، من اگه بخوام رسانه بزنم دوستان رسانه باید در حد CNN باشه. رفتن تا اون رسانه در حد CNN رو بزنن.